طرح هم یکی دیگه از طرح‌های پرسر و صدای نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده و به محض مطرح شدن واکنش برانگیز شد. طرحی که هشتگ مجلس انقلابی رو یک بار دیگه پررنگ کرده و علاوه بر اون هشتگ طرح خفقان هم شکل گرفت. بسیاری مثل محسن برهانی حقوقدان این طرح رو نقض کامل آزادی بیان میدونن. این حقوقدان در توییترش نوشته خلاصه این طرح یعنی فکر نکنید، نظر ندید تا مراجع رسمی نظر بدن، بعد از اینکه اظهار نظر کردن میتونین حرف بزنین. این حقوقدان از این طرح به عنوان اعدام و حبس سنگین اعطایی برخی نمایندگان مجلس انقلابی نام برده و در پایان هم میگه به فردای بعد از دوره نمایندگی هم فکر کنید، روزی که این مزخرفات دامنتون رو میگیره. آزادی بیان، شهادتت مبارک. حامد حسینی وکیل دادگستری در واکنش به توییت محسن برهانی میگه مگه آزادی بوده که شهید هم بشه. واکنش سبا آذرپیک جامعه شناس به این طرح فقط هشتگ طرح خفقان بود. محمد اولایی فرد وکیل حقوق بشری هم با هشتگ طرح خفقان نظر داده و میگه شاهکار دیگه از مجلس انقلابی، طرح خفقان. طبق این طرح افراد مشهور اگر در هر موضوعی، حتی از نظر علمی، از هر طریق، حتی ارائه مقالات قبل از مقامات رسمی اظهار نظر بکنن، به 7 تا 15 سال و جزای نقدی و به محرومیت از حقوق اجتماعی تا 10 سال محکوم میشن، البته اگر مفسد فی الارض نباشن. سعید ملکی روزنامه‌نگار توییت زده طرحی برای خفه کردن از دم. هنگامه شهیدی زندانی سیاسی پیشین هم در واکنش به این طرح نوشته مجلس انقلابی میخواد طرحی تصویب کنه که عامیانه اون اینه: تمامی صاحب نظران باید خفه بشن. کسی حق نداره بعد از اظهار نظر مسئولان حرفی بزنه که در اون اظهارات شبهه ایجاد کنه. پیشاپیش مرگ آزادی بیان بر کلیه اصحاب رسانه و صاحبان فکر و اندیشه تسلیت باد. سجاد عابدی فعال رسانه‌ای هم توییت زده الان با این طرح اگه به دروغ سخنگوی دولت انتقاد کنیم 10 تا 15 سال میریم زندان، بتازونید که فعلا دور دستتونه. مصطفی فقیهی روزنامه نگار هم نوشته کار به صیانت از زبان و دهانها رسید تا مبادا جسارتی شنیده بشه. طرح خفقان ملی یعنی مرگ رسمی رسانه و قفل زدن بر دم و دهان شهروندان در هر پلتفرم داخلی و خارجی. ایده پسین مجلس انقلابی میتونه صیانت از پستوی خونه های ملت باشه. درود بر یک دستی، حکمرانی نو و سلام بر کره شمالی نوین.